به نام خداوند بخشاینده مهربان، شاگردان عزیز سلام. خیلی خوشحال هستم که باز هم با یک درس گفتار جدید از مباحث ادبی در خدمت شما هستم. امیدوارم این درس گفتار بتواند حس زیبایی شناسی و زیبایی پسندی ما شما را رونق ببخشد. دوستان عزیز، قسمی که همه شما مستحضر هستید و در تخته میبینید، در ادامه مباحث علم بیان اینک ما شما رسیدیم به بحث مجاز. دوستان عزیز، اگر شما به یاد داشته باشید در یکی از درس ها که عنوانش بود رابطه زبان با ادبیات، ما شما اونجا صحبت کردیم که زبان با ادبیات یک تفاوتش این است که در زبان شناسی، دوستان عزیز، در زبان شناسی هر واژه، هر کلمه برای یک منظور خاص استفاده میشه. یعنی زبانشناسا قراردادشان به این هست که هر واژه، دوستان عزیز، در یک معنای خاص باید استفاده شود. یعنی قراردادهای متعارف زبانی، قراردادهایی که در میان ما و شما عرف دارند، عامیانه هستند. طبعا مثال دوستان عزیز، در زبانشناسی مثلا اگر ما و شما واژه نان داشته باشیم، این نان برای یک منظور خاص استفاده میشه، مثلا خوردنی با یک شکل خاصش. یا مثلا اگر ما شما واژه کتاب داشته باشیم، دوستان عزیز، در بحث زبانشناسی یا زبان علمی این کتاب برای یک منظور خاص استفاده میشه که در حقیقت همه ما شما با او آشنایی داریم. اما دوستان عزیز، در ادبیات برعکس است. در ادبیات چنین چیزی نیست. در ادبیات ما میتونیم از یک کلمه به اشکال مختلف استفاده بکنیم، یک واژه را به منظورهای مختلف استفاده بکنیم، حتی می توانیم یک واژه را به جای واژه دیگر به کار ببریم برای ایجاد زیبایی. بنابراین در بحث ادبیات، دوستان عزیز، ما گفتیم که شاعر یا هنرمند از قراردادهای متعارف زبانی استفاده نمی کنه. مثلا در زبان علمی نان نان است، اما در زبان ادبی یا هنری دیگر نان میتونه که نان نباشه. طور مثال دوستان عزیز، در عرف عامیانه ما شما به عنوان یک مسلمان نماز را وقتی ادا میکنیم که آذان در مسجد گفته شود. قبله ما شما هم خانه خداست. اما برای یک شاعر یا هنرمند مثل سهراب سپهری، دوستان عزیز، آذانش دیگه آذانی نیست که در مسجد گفته شود، یا قبله اش دیگه قبله نیست که ما بر جهت از او نماز میخونیم. سهراب میگه من مسلمانم، قبلم یک گل سرخ، سجاده من دشت، من نماز را وقتی میخوانم که آذانش را باد گفته باشه. بنابراین در بحث ادبیات، دوستان عزیز، هنرمند یا نویسنده یا شاعر از قراردادهای متعارف زبانی استفاده نمیکنه. یکی از او ترفندها، یکی از او شگردها که کلام ما را زیبا میسازه و یک لفظ در معنای غیر حقیقی خودش استفاده میشد، دوستان عزیز، بحث چیز، بحث مجاز هست. در تعریفش میگه مجاز عبارت از کار بردن لفظ در معنای غیر حقیقی مشروط بر این که میان معنای حقیقی و غیر حقیقی، دوستان عزیز، یک پیوندی وجود داشته باشد، یک رابطه وجود داشته باشد. در ادبیات به این پیوند و این رابطه چی میگن؟ علاقه میگن. به این معنا که اگر ما یک کلمه رو، دوستان عزیز، در معنای غیر حقیقیش استفاده میکنیم، میان معنای حقیقی و معنای غیر حقیقی یک علاقه، یک نسبت، یک رابطه وجود داشته باشه. این بحث رو به نام چی یاد میکنم؟ به نام بحث مجاز. اگر دوستان عزیز میان معنای حقیقی و میان معنای غیر حقیقی رابطه شباهت بود، رابطه مشابهت بود، به اون میگن استعاره که میخوانه. اما اگر رابطه یا علاقه غیر از شباهت بود، روابط دیگه استفاده شده بود، اون بحث استعاره نیست، بحث چیز، بحث مجاز هست. در مجاز معمولا این روابط استفاده میشه. اولینش، دوستان عزیز، رابطه کل با جز. مثلا میگه افغانستان در مسابقات قهرمان شد. کل را نام میبریم، دوستان عزیز، اما منظور ما چی است؟ جز است. افغانستان در مسابقات قهرمان شد، منظورش یعنی یک بخش تیم افغانستان در مسابقات چی شد؟ قهرمان شد. کل را نام بردیم، منظور
جز است. یا مثلا میگه به سلمانی رفتم سرم را تراشیدم. دوستان عزیز، از واژه سر نام میبره در حالی که منظورش موی است، یعنی موی یک جز از سر انسان است. بنابراین رابطه کل با جز یعنی کل را استفاده کردن اما جز را افاده کردن. بنامه چی میشه؟ رابطه کل با جز. رابطه یا علاقه بعدیش دوستان عزیز جز با کل، برعکس کل با جز. جز یک پدیده، جز یک بخش را نام میبریم اما کلیتش منظور ماست. طبعا مثال به سوره فاتحه الحمد میگوید، در حالی که دوستان عزیز شما اگر دقت بکنید خود الحمد یک بخش از سوره است. وقتی که آغاز میکنیم میگی الحمدلله رب العالمین، الحمد خودش یک جز کوچکی از سوره است، اما ما دوستان عزیز اینجا جز را نام میبریم، منظور ما کل سوره است. پس اینمی رابطه را به نام چیات میکنن؟ رابطه جز با کل، یعنی جز را نام بردن اما منظور کلیت. بحث بعدی دوستان عزیز رابطه لازم و ملزوم، یعنی لازم را ما استفاده میکنیم اما منظور ملزوم منظور ماست. طبعا مثال میگه استاد وارد صنف شد. دوستان عزیز کمی دقت بکنید، وقتی که استاد وارد صنف شد لازمه اش چیست؟ لازمه اش این است که شاگرد باید در داخل صنف حضور داشته باشه. یعنی استاد وقتی که وارد صنف میشه لازمه اش این است که در داخل صنف شاگرد حضور داره، در غیر اون صورت که استاد وارد صنف نمیشود. بنابراین رابطه لازم و ملزوم یکی را استفاده میکنیم، منظور ما لازمش. بحث بعدیش دوستان عزیز رابطه ظرف با مظروف، ظرف را نام میبریم اما مظروف منظور ماست. طور مثال میگه افغانستان به استقبالش رفت. دوستان عزیز اینجا واژه افغانستان ظرف است، یعنی ظرفی که در داخل از او یک تعداد مظروف زندگی میکنه. افغانستان به استقبالش رفت، ظرف را نام بردیم اما مظروف منظور ماست. دوستان عزیز یعنی مردم افغانستان، مردمی که در داخل افغانستان زندگی میکنند، اونها به استقبالش رفتن. بنابراین رابطه ظرف با مظروف رابطه ای است که ما ظرف را نام میبریم اما مظروف منظور ماست. درست شد؟ این بود دوستان عزیز درس امروزی ما و شما. تا درس بعد خداوند نگهدار.